أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله رب العزة عطاوي بالعطاوي ما وشمارا قبول مقبول دربار خود بگردانا وحمعي ما وشمارا توفيق استقامة پابندی با احكام الدين از اوامر ونواهي الله رب العزة عطا فرمايا از تقصيرات و كتائيهاي كز ما سر زدا الله رب العزت ما را ببخشا و مورد عفو قرار بده و از خیر و برکت از این روز مبارک روز جمعه است الله رب العزت ما و شما را از اجر و ثوابش محروم نگذار شک نیست برادر اسلام که دین مقدس اسلام که دین برگزیده الله رب العزت است و الله رب العزت جهت تبلیغ از این دین برای انسانیت و بشریت الله رب العزت انبیاء علیهم السلام برگزیده و انبیاء علیهم السلام که در حقیقت انسانهای هستند که از بهترین طبقه انسانیت انتخاب میشن وظیفه و مکلفیتشان در حقیقت رساندن امو پیام الله رب العزت برای بشریت و برای انسانیت است پیام خالقی که ما و شما را خلق کرده و پیدا کرده و در این دنیا ما و شما را مورد امتحان و آزمایش و ابتلا قرار میده ابتلا و آزمایش امتحان در چی صورت میگیره نتایجش چیست مکلفیت های ما چی میباشه همش از جمله قضایای هست که برای تبلیغ از این انبیاء علیهم السلام مکلف شدن به جهت از این که اگر عقل و درک ما و شما توانایی از این چیزها را می داشت هیچ وقت نیاز به بعثت انبیاء علیهم السلام نمی شد پس اللهی که ما و شما را خلق کرده و پیدا کرده پس قوای درک ما و شما آگاهی داره پس او ذات می فهمه که نمی انسان از درک از این مکلفیت ها عاجز می باشه پس که عاجز می باشه راه بیان برای از این انسان چی هست؟ راه بیان در حقیقت به سطح نمی انبیای هست که از خود انسانیت انتخاب می شه و مکلف می شن که تا پیام الله رب العزت برای بشریت و برای انسانیت تبلیغ بکنن که تا طرح برای هیچ بشر هیچ انسان در روز حشر و در روز قیامت حجت باقی نمانه برادر اسلام که از تمام از این قضایا انسان آگاهی نداشت پس انبیاء علیهم السلام در حقیقت برای انسانت علم رمی آموزانن که بس بشریت از درک از او عاجز می باشه علم را می آموزانند که بشریت از درک از او عاجز هستند خب علم را که انبیاء علیهم السلام برای بشریت می آموزانند و بشریت از او عاجز هستند این چه نوع علم است که دیگر انسان ها و علم فرا گرفته نمی تانند و تنها این خاصه انبیاء علیهم السلام می باشه پس به اساس تحقیقات را که علماء علم عقیده در رابطه با انبیاء علیهم السلام برای ما شما بیان میکنن و در رابطه با آن چیزی که نحوه پیدایش علم در انسان میباشه هر زمانی که بین از اینها ما مقایسه بکنیم آن وسائلی که نحوه پیدایش علم در انسان هست متوجه باشین که انبیاء علیهم السلام فراتر از این وسایل از برخی از وسایل و طرق دیگر علوم را می آموزانند که بشریت را نمیتواند درک بکنه
به طور مثال اگر ما بخواهیم که اگر علم را فرا بگیریم برادر اسلام و یا ای که در رابطه با یک چیز جدید معلومات حاصل بکنیم، شک نیست که راه های حاصل کردن معلومات ما و شما و راه های رسیدن به علم توسط ما و شما، ما راه های مختلف داریم دیگه. ما با برخ چیزها آشنایی پیدا میکنیم، آن چیزی که ما توسط چشم، توسط حواس خود را درک میکنیم، توسط چشم خود مشاهده میکنیم، و شک نیست که با مشاهده ما و با درک حواس ما یک علم جدید برای ما و شما پیدا میشه، چیزی که ما قبلا در رابطه با او علم نداشتیم، و بالاخره توسط مشاهده، توسط دیدن، توسط حواس را درک کردیم و برای ما علم پیدا شد. نحو دیگر پیدایش علم برادر اسلام در انسان در حقیقت تعقل و تفکر خودش می باشه. یعنی به ایمانه که هر زمان که انسان در رابطه با مقدماتی که توسط حواس خود درک کرده و یا مشاهده کرده، هر زمانی که مقدمات با هم دیگر پیوست می کنه و بالاخره به نتیجه می رسه توسط تعقل و تفکرش، که هم در حقیقت یکی از راه های پیدایش علم در انسان است که توسط تعقل و تفکر خود بالاخره یک چیز را چی میکنه؟ درک میکنه. البته آن چیزی که انسان با حواسش با او در تماس میباشه. و یکی از راه های پیدایش علم در انسان در حقیقت روایت های تاریخی میباشه دیگه، آن چیزی که از گذشته ها برای ما شما حکایت میکنه. یعنی به این معنی که اگر ما بخواهیم که در رابطه با گذشته اطلاع حاصل بکنیم، علم حاصل بکنیم، در رابطه با امت های گذشته، کارکرده هایشان، انگیزه هایشان، فعالیت هایشان، دستاورده هایشان، پس ما به تاریخ مراجعه میکنیم و تاریخ که در حقیقت حوادث و واقعات و گذشته را برای ما بیان میکنه، با مطالعه از این تاریخ ما در رابطه با امتهای گذشته علم پیدا میکنیم. پس این هم در حقیقت یک راه پیدایش علم در انسان میباشه. حس و مشاهده، عقل و تفکر و یا هم روایت های تاریخی که ما از گذشته ها برای ما و شما میرسه. پس متوجه باشین که علم را که انبیاء علیهم السلام برای انسان ها می آموزانه، این علمی هست که فراتر از عقل انسان است، علم هست که فراتر از مشاهده انسان می باشه، و علم هست که هیچ ارتباط با حوادث و واقعات تاریخی ما و شما نداره، بلکه منبع از این علم منبع خاصی هست که تنها و تنها انبیاء علیهم السلام از این منبع علم خدا اخذ کرده، و بالاخره نمی علمی که از این منبع اخذ کردن او را برای انسانیت و بشریت می رسانند، آن چیزی را که بشریت و انسانیت اصلا درک کرده نمی تانند. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و تعلیم می تشماره آن چیزی که شما هرگز او را درک کردن نمیتانستین و نمیدانستین. خب سوال اینجا پیدا میشه که این منبع و مصدره که انبیاء علیهم السلام میاین و تبلیغ میکنن و دعوت میکنن و ارشاد میکنن و راهنمایی میکنن و انسانها را مکلف به احکام میسازن، همین منبع اخذ علوم از اینها از کجا میباشه؟ آیا نبی و پیغمبر توسط عقل خود برای بشریت کار میکنن؟ نه، اگر نبی و پیغمبر توسط عقل خود بکنه، پس فرق بین ما و بین نبی دیگه نشد. ما اصلاحگرای بسیار زیادی در جهان در روی زمین خود داریم که به اصطلاح توسط عقل خود خیستن به خاطر اصلاح بشریت سعی و تلاش و کوشش کردن. اگر انبیا توسط حس و مشاهده خود بیاید و مردم تبلیغ بکنه، پس در حس و مشاهده ما با انبیا شریک هستیم دیگه. آن چیزی که نبی بینه خود ما میبینیم دیگه. حالا چه حاجت که نبی و پیغمبر بیمینه و آن چیزی که ما میبینم بیای او را برای ما چه کنم بیان بکن، و آن چیزی که روایت های تاریخی میباشه، شک نیست که روایت های تاریخی و دسترس هر کسی قرار داره دیگه.
انحصاری خو نیست دیگه، هر کس میتونه از روایت های تاریخی بره علوم خدا عکس بکنه دیگه، حجبه در نبی و پیغمبر نمیشه که بایی بر ماش بر روایت های تاریخی را پشت سر گفته بره. پس به اساس تحقیقات را که علماء علم عقیده در رابطه با منبع و مصدر علوم در رابطه با انبیاء علیهم السلام بر ما بیان میکنن، با توجه باشین که منبع و مصدر علوم به نزد انبیاء علیهم السلام وحی سماوی می باشه، وحی سماوی. و به این خاطر است که زمانی که ما در رابطه با نبی و رسول و تعریفش بیان کردیم، اولین شرط را که بیان کردیم گفتیم نبی و رسول انسان هستند که برای از اونا وحی میشه، و بینمی وحی اینمی انسان از دیگر انسان ها فضیلت و برتریت پیدا میکنه. پس به این خاطر حتما در ذهن ما شما میگه خب این وحی چی را میگن، این وحی یعنی چی هست، این وحی به انبیاء علیهم السلام چه قسم میایه و چه قسم انبیاء با این وحی ارتباط میگیرن و مکلفیت ما در رابطه با این وحی چی هست و ما چرا با آن چیزی که انبیاء علیهم السلام توسط وحی برای ما میارن چرا ما او را تصدیق بکنیم، چرا ما با او عقیده داشته باشیم، چرا ما با او یقین داشته باشیم. از جمله مسائل هست برادر اسلام که در تخت ایمان آوردن ما به انبیاء علیهم السلام به هر یک ما و شما ضروری می باشه. قضیه وحی سماوی و جهت از اینکه وحی سماوی که به انبیاء علیهم السلام نازل می شه این در یکی از ارکان دیگر ایمان ما و شما جای پیدا می کنه که در حقیقت جای بیان از او علمی مبحث انبیاء علیهم السلام است که ما در رابطه با او صحبت میکنیم. با او عنصر ایمانی ما و شما عبارت از چی هست؟ عبارت از ایمان آوردن به کتابهای آسمانی. ایمان آوردن به کتابهای آسمانی و ارتباط مستقیم داره با ایمان آوردن به انبیاء علیهم السلام و از این ارتباط مستقیم داره با آن چیزی که ایمان آوردن به الله رب العزت میباشه. از بمی اساس خواستیم که در این هفته انشاءالله و تعالی در رابطه با وحی سماوی صحبت بکنیم که وحی در لغت چی را میگن، در اصطلاح چی را میگن، اشکال و انواع وحی چی میباشه و انبیاء علیهم السلام وحی به چه شکل دریافت میکنن و بالاخره کتاب های آسمانی که برای ما نازل شده این کتاب های آسمانی چه تعداد است، چه اندازه هست و ما به این کتاب ها چگونه ایمان بیاریم و چرا ما به این کتاب ها باید ایمان داشته باشیم. پس کلمه وحی برادر اسلام متوجه باشین که یک کلمه عربی هست و این کلمه عربی را زمانی که ما در قوامیس زبان عربی مراجعه میکنیم، قوامیس زبان عربی وحی برای ما شما این قسم تعریف میکنند که وحی در حقیقت یک اشاره بسیار سریع و در عین وقت سری می باشه، سریع و سری می باشه، اشاره ای که سریع هست یعنی به این معنی که بسیار تیز و سری هست یعنی به این معنی که بسیار پوشیده که بغیر از مخاطب کسانی که در اطرافش هستن اصلا از او آگاهی حاصل نمی کنه. امی اشاره هم برادر اسلام برخوقات به می خاطر است که ما توسط اشاره یک پیام را برای کس برسانیم که دیگرها با آسانی از او آگاهی حاصل نکنه، اشاره هم به می خاطر است دیگه. ولیکن برخی اشارات هست که ما اشاره میکنیم بر علاوه ازی که مخاطب ما او اشاره را درک میکنه برخی کسای دیگه هم او را دیده میتونن بفهمن، ولیکن وحی از این و اشاره نیست برادر اسلام، بلکه یک اشاره بی حد پوشیده و سری هست و در عین وقت بی حد تیز می باشه، آنقدر تیز و آنقدر پوشیده که جانب مقابل او را می دانه و اطرافیان از او اصلا چیزی را درک کردن نمی دانن. پس این معنای وحی در لغت است و به این معانی در قرآن مجید هم وحی برای ما شما چی شده بیان شده. به طور مثال زکریا علیه السلام و همه ما شما میشناسیم که پدر یحیی علیه السلام است و تقریبا شوهر خاله عیسی علیه السلام میشن.
مادر عیسی علیه السلام، مادر مریم علیه السلام، استغفرالله، مادر مریم علیه السلام خیاشنی زکریا علیه السلام بود. همه ما میدانیم که اولاد نداشتن و بالاخره به دربار الله جل جلاله دعا کردن و فرمودن که یا رب تو میدانی که استخوانای پوده شده، ریشم سفید شده، موی سرم سفید شده، از من چیز نمانده، زنم هم عقیم و نازای، ولیکن ما از تو نمید نیست، تو قادر به همه چیز هستی. نمی خواهیم که وراثت نبوت در نسل ما باقی مانه و این چیز مثلا از بین نره و ما از تو اولاد می خواهیم که تا این وراثت بگیر. این نمی شود که الله رب العزت این نمی تو یک حالت که عقل انسان تصورش نمی کنه برای ذکری علیه السلام بشارت به یحیی می ده و بالاخره ذکری علیه السلام شک نیست که هرچی نباشه انسان از دیگه وعده الله حق است، ولیکن بازم از الله جل جلاله تقاضا میگه خب یا رب خودت حق است، نشانی از این چی باشه یعنی که ما بفهمم. الله رب العزت فرمود که تو مدت 3 روز با مردم گپ زدن نمیتانی، سخنت با مردم با اشاره است، گنگ نمیشی، ولیکن توانایی گپت از بین میره. اینمی موقف که قرآن مجید بر ما بیان میکنه، الله رب العزت میفرمایه که زمانی که ذکریا علیه السلام به طرف قوم خود برآمد، فاوحى الیهم ان سبحوا بكرة وعشیا فخرج على قومه من المحراب، برای قوم خود از محراب یعنی جایی که جایگاه عبادتشان بود برآمدن. فاوحى الیهم، اوحى یعنی وحی کرد برشان، وحی به چی معنا؟ یعنی به این معنا که اشاره کرد برشان که شما الله رب العزت هر صبح و شام چی بکنین؟ تسبیح بکنین. و جهت از اینکه وقت و زمانه بود که ذکریا علیه السلام دیگه گپ زدن نمیتونست، نظر به مو علت و سببی که الله رب العزت برشان بیان کرد. پس وحی در حقیقت یک اشاره هست. اما زمانی که ما وحی در عقیده و در باب انبیاء علیهم السلام تعریف میکنیم و یا آن چیزی که ما همیشه وحی میگیم من حیث از یک چیز مقدس در دین ما تو میباشه، متوجه باشیم برادر اسلام که وحی در حقیقت کلام الله رب العزت است. کلام الله رب العزت است. کی کلام الله رب العزت برای انبیاء علیهم السلام نازل میشه. کلام الله رب العزت که برای انبیاء علیهم السلام نازل میشه و اونا را مکلف به تبلیغ میسازه. این امینه برام چی یاد میکنه؟ برام وحی یاد میکنه. پس وحی که ما میگیم و منبع و مصدر علم انبیاء علیهم السلام که میگیم، پس متوجه باشین که این وحی در حقیقت کلام الله رب العزت است که در قدم اول انبیاء علیهم السلام می آموزانه و بعد از اینکه انبیاء علیهم السلام توسط کلام الله رب العزت چیز را دانستن و درک کردن و فرا گرفتن، بعد از او باز مکلف میشن که برای دیگر انتقال بدن. پس این وحی سماوی که در حقیقت عبارت از کلام الله رب العزت هست، متوجه باشین که به اشکال مختلف به انبیاء علیهم السلام نازل میشه. اشکال مختلف. الله رب العزت در سوره شورا غالبا فکر میکنم که در آخرین آیاتش است، در رابطه با وحی برای ما شما ارشاد میفرمایه: و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. برای بشر مناسب نیست، برای بشر و انسان نمی سازد که الله رب العزت با او چی بکنه؟ تکلم بکنه. و ما کان لبشر ان یکلمه الله، این قاعده هست، نمی سازد برای بشر که الله با او چی بکنه؟ تکلم بکنه. الا در رابطه با این ما 3 استثناء داریم. الا این تکلم چگونه صورت میگیره؟ الا وحیا، یا توسط وحی
اما اشاره سری و سریه که در قلب پیغمبر و نبی چی میشه؟ راستن مستقیما انداخته میشه و نبی و پیغمبر این وحی الهی را در قلب خود در کرده و یقین میدانه که از جانب الله جل جلاله هست و به این شکل الله رب العزت کلام خود راستن و مستقیما در قلب انبیاء علیهم السلام القا میکنه. این طریقه مستقیم وحی است که الله رب العزت در قلب انبیاء علیهم السلام نازل میکنه. و به جهت است که علما بر ما میگن که یکی از خصوصیات انبیاء علیهم السلام ایست برادر اسلام که انبیاء علیهم السلام اگر چشمشان خواب بکنه قلبشان همیشه بیدار میباشه. به جهت از اینکه قلب انبیاء همیشه تعلقش به الله رب العزت است. پس به اساس این گونه وحی برای انبیاء هم در حالت بیداری و هم در حالت خواب در هر دو حالت میدانه که میآید. هم در حالت بیداری که نبی و رسول بیدار است، به حواس خود هست، راستن مستقیما الله رب العزت وحی خود در قلبش القا میکنه و نبی و پیغمبر ای القاه الهی را درک کرده و بالاخره برای مردمش میکنه تبلیغش میکنه. و احیانا ای القاه الهی در قلب پیغمبر در حالت خواب میباشه، یعنی به ایمانه که نبی و پیغمبر خواب است و در حالت خواب الله رب العزت راستن مستقیما کلام خدا در قلب از او چی میکنه؟ القا میکنه و نبی و پیغمبر او را دریافته و یقین میکنه که وحی و کلام الله است و ارشادات و رهنمایی از جانب الله جل جلاله میباشه. مانند واقعه ابراهیم علیه السلام که زمان خود پسر خدا اسماعیل علیه السلام امر شدن که ذبح بکنن، متوجه باشین که ذبح کردن اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ایره در خواب دریافته بودن. در خواب قال یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک، پسرک من در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم. قال یا ابت فعل ما تؤمر، بکو پدر هر آن چیزی که به او امر شدی. یعنی در خواب چیزی که دیدی او کلام الله هست، این امر الله هست، پر آن چیزی که تو مأمور شدی او را انجام بده. و این طریقه وحی در قلب ابراهیم علیه السلام در حالت خواب بود که قرآن مجید برای ما شما ثبتش میکنه. و جهت از اینکه متوجه باشین که قلب انبیا مانند قلب ما اطواره نیست که ما که خواب بکنیم باز قلب ما مثلا در غفلت و در خواب داخل میشه، نه. انبیا علیه السلام اگر چشمشان خواب است ولیکن قلبشان بیدار میباشه و با میخاطر توسط قلب خود وحی الهی و کلام الله رب العزت دریافت میکنن. عایشه رضی الله تعالی عنها میفرمایه که اولین ارتباط نبی اکرم صلی الله علیه و سلم با وحی سماوی با چی آغاز شد؟ قبل از اینکه ملک بیاید برشان، قبل از اینکه جبرئیل علیه السلام بیاید. اولین ارتباط پیغمبر صلی الله علیه و سلم با این وحی کلام الله رب العزت با خوابهای صادق و خوابهای راستین آغاز شد. که قبل از بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواب نمی دیدن که حقیقت از او را در آشکاراش میکردن مشاهده میکردن. یعنی به ایمان 100% آن چیزی که در خواب دیده بودن 100% او را در واقعیت چی میکردن؟ مشاهده میکردن. و این را به نام رؤیای صادقه یاد میکنن. و رؤیای صادقه یکی از انواع وحی هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه جبرئیل علیه السلام در غار حرا بیاید الله رب العزت کم کم اونا را آماده پذیرش وحی سمایی و کلام الهی گردانید. پس یک نوع ارتباط الله رب العزت با بندش و با پیغمبرش و با نبیش و رسولش است که کلام خدا راستن و مستقیما در قلب انبیاء علیهم السلام القا میکنه. شاید از این موضوع بگرده خب که در قلب القا میکنه، خود این قلب خود یک عالم وسواسه ها و یک عالم چیزهای دغدغه های دیگه ما داریم، نه برادر اسلام؟ متوجه باشین که انبیاء علیهم السلام از این دغدغه ها پاک هستن، از این وسواسه ها انبیاء پاک هستن. با بخاطر ما میگیم که انبیاء دیگه معصوم هستن، دیگه آن چیزی که الله در قلب از اونا میاندازه دیگه شیطان باز مداخله کرده نمیدانه، نفس دیگه مداخله کرده نمیدانه، هوا و هواس داخل نمیدانه برادر اسلام.
قسمت انبیا علیهم السلام جزء اساسی ایمان ما در رابطه با انبیا هست. و اگر در حیات و زندگی پیغمبر صلی الله علیه و سلام ما و شما نظر اندازی بکنیم، سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلام بر ما میگن که پیغمبر تقریبا 3 مرتبه انشراح صدر شدن، یعنی به معنی که سینه‌شان چاک شد، قلبشان شسته شد و مردم به چشم سر مشاهده کردند، هم در خردترکی و هم در بزرگی. و بالاخره زمانی که پیغمبر اینمی واقعات برای مردم بیان میکرد که چه قسم قلب ما پاره شد و چه قسم قلب ما شسته شد و چه قسم یکسیایی که در قلب ما بود او دور افگنده شد، دور افگنده شد. و گفتم که سیایی یعنی چی؟ یا پیغمبر گفت تو نصیب شیطان در قلب من، هم انسان بودم دیگه، یعنی به ایمانا که قلب صاف و پاکیزه در رابطه با استقبال کلام الله رب العزت که کوچکترین شک و شبهه در او باقی نماند. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، اینمی وحی، وحی راست و مستقیم است که الله رب العزت در قلب انبیا چه میکنه؟ القاب. نوع دوم آمدن وحی به انبیاء علیهم السلام، متوجه باشین که کلام الله رب العزت از ورای حجاب می باشد، چیزی که آیت قرآن برای ما شما بیان میکنه که او من ورای حجاب، و یا ای که نمی سازد برای هیچ انسان و بشری که الله با او تکلم بکنه الا مگر من ورای حجاب، از ورای حجاب. ورای حجاب چی معنی؟ به این معنی که از پشت پرده. حالا پرده به این معنی نیست برادرستان که ما پرده بگیم این چیزهای تکیه که پرده، نه، پرده در حقیقت هر آن چیزی که مانع دیدن یک چیز میشه، ولو که پرده باشه، ولو دیوار باشه، ولو چوب باشه، ولو سنگ باشه، ولو هر چیزی که باشه، هر زمانی که یک چیز مانع دیدن و رؤیت یک چیز دیگه میشه، ما اینو به نام پرده یاد میکنیم. امروز کسانی که میمیرن روحی از اینها در یک جهان دیگه میره که ما به نام جهان برزخ یاد میکنیم، و برزخ هم در زبان عربی به معنای پرده و مانع معنا میده. خب چرا را برزخ میگن؟ به جهت از اینکه نمی یک مانع هست دیگه، او که مرد و رفت دیگه ما امرای از ارتباط میگیریم، دیگه خلاص شد، دیگه در جهان خود میره و ما او جهان را درک کرده نمیتونیم و چشم ما در رابطه با این جهان در یک پرده میباشه. پس به میجم خاطر جهان از اونها را ما به نام جهان برزخ مسمی میکنیم، یعنی برزخ جهانی که چشم ما از او جهان در پرده میباشه و ما او را دیده نمیتونیم. پس نام دیگر که الله رب العزت با نبی و پیغمبر و رسول خود تکلم میکنه و کلام خود برای از او میرسانه، متوجه باشین که طریقه من ورای حجاب از ورای پرده میباشه. و در حقیقت این نوع وحی با موسی علیه السلام در کوه طور صورت گرفته برادر اسلام، که موسی علیه السلام زمانی که از مدین برکش به طرف مصر و زمانی که در نزدیک طور رسید و بالاخره در اونجا فامیل خدا گفت که شما صبر بکنین که هوا سرد است، تاریکی شب هم هست، من برم یک آتش بیارم، یک روشنی رو بیارم و ما یک روشنی رو مشاهده میکنم که تا راه را پیدا بکنیم. ولی که زمانی که موسی علیه السلام در اونجا میره، او به اصلاح آتش روشنی نبود، بلکه او عبارت از تقدیر الهی بود که تا موسی علیه السلام در اون موقف به نبوت و رسالت مبعوث شوند. و با می جهت زمانی که موسی علیه السلام به اون درخت نزدیک بشه که تا عزو به اصلاح یک آتش بگیره و یک جرقه بگیره، که الله رب العزت با ایشان چی میکنه؟ تکلم میکنه، و این تکلم از ورای حجاب میباشه. چرا ورای حجاب میگن؟ به جهت از اینکه در اینجا آواز تکلم شنیده میشه ولیکن رویت و مشاهده دیدن نمیشه. پس موسی علیه السلام متوجه باشین که کلام الله رب العزت راست و مستقیما شنیده، و به می جهت زمانی که الله رب العزت با موسی علیه السلام تکلم کرد و موسی علیه السلام استقبال کرد و گفت که موسی بوتای تو بکش، در وادی بسیار مقدس تو هستی و گوش بگی که ما برای تو چی میگم، گوش بگی که ما برای تو چی میگم. موسی علیه السلام سر پا گوش شد و الله رب العزت برایشان خطاب کرد که اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری. الله رب العزت خدا برایش معرفی کرد و گفت که من الله هستم، بغیر از من
هیچ معبود لایق و سازوار پرستش عبادت نیست. و با خاطر ذکر یاد ما تو باید چی بکنی؟ نماز برپا بکنی. از زمانی که ما در این آیات نظر اندازی میکنیم متوجه باشین که تماما از این آیات صیغه متکلم میباشه. پس متکلم در اینجا راست نه مستقیما الله رب العزت است و کسی که میشنوه موسی علیه السلام میباشه. و با این خاطر ما موسی علیه السلام کلیم الله میگیم، یعنی کسی که الله با او راست نه مستقیما از ورای حجاب تکلم کرده. خب سوال اینجا پیدا میشه که چرا من ورای حجاب دیگه؟ چرا راست نه مستقیما نه؟ وجهت از اینکه برادر اسلام متوجه باشن که الله رب العزت که انسان خلق کرده و پیدا کرده و میدانه دیگه توانایی بشر توانایی انسانه و ذات میدانه که نمی سمعی که ما برای از انسان اعطا کردیم قوه سمع انسان توانایی شنوایی نمی کلام الله رب العزت داره، ولی چشم و دیدی که ما برای از انسان اعطا کردیم نمی چشم و دید انسان توانایی دید الله رب العزت در دنیا نداره. پس که نداره پس متوجه باشین که امکان پذیر هم نیست. پس که امکان پذیر نیست پس الله رب العزت از ورای حجاب با موسی علیه السلام تکلم میکنه. و زمانی که موسی علیه السلام تقاضای رویت میکنه الله رب العزت در جوابش میفرمه که لن ترانی، موسی مرا دیده نمیتونه، اگر دیده میتونستی حاجت گفتار تو نبود، مرا اصلا رو برویت باید صحبت میکردم و تکلم میکردم. و اگر باور نداری نظر بکو به طرف کو. پس کل واقعات از قرآن مجید یک با یک میای برای ما شما تفصیل میده. پس آمدن وحی به انبیاء علیه السلام یا راستن و مستقیمن به قلب انبیاء علیه السلام الله رب العزت القا میکنه، یا در خواب و یا هم در بیداری و نبی رسول دریافت کرده و بالاخره مکلف به تبلیغش میشه و برای مردم رو چی میکنه میرسن، و یا هم ای که الله رب العزت راستن مستقیما با نبی و پیغمبر از ورای حجاب تکلم میکنه و کلام خدا و آن چیزی که الله رب العزت میخواهی که برای بشریت برسه او را برای نبی و رسول گفته و بالاخره نبی و رسول را برای مردم میرسه. و نوع سوم وحی که برای انبیاء علیه السلام میایه برادر اسلام، کلام الله رب العزت برای انبیاء میایه، در حقیقت عبارت از چی میباشه؟ او یرسل رسولا فیوحی بی اذنه ما یشاء، او یرسل رسولا، و یا ای که الله رب العزت یک رسول فرستاده خدا میفرسته به طرف اینمی نبی و اینمی رسول، فیوحی بی اذنه ما یشاء، و اینمی فرستاده الله رب العزت که در حقیقت ملک و فرشته میباشه وحی میکنه برای نبی و پیغمبر و کلام الله رب العزت میرسانه آن چیزی که الله رب العزت خواسته باشه. پس بغیر از این سه طریقه به کدام طریقه دیگه کلام الله رب العزت برای بشریت نمیاد؟ یا راستن مستقیما در قلب القا میشه، و یا هم از ورای حجاب تکلم صورت میگیره، و یا هم فرستاده الله رب العزت فرستاده میشه که امو کلام الله رب العزت برای نبی و رسول برسانه. از به اساس آن کسی که مکلفیت رساندن کلام الله رب العزت که وحی سماوی میباشه به انبیاء علیه السلام مکلفیتش داره، متوجه باشین که جبرائیل علیه السلام میباشه از جمله فرشته ها و ملائکه که الله رب العزت به خاطر از این کار اونا را برگزیده، و از جمله وظایفشان یکی هم رساندن وحی سماوی برای انبیاء علیه السلام میباشه. پس این طریقه آمدن وحی برای انبیاء علیه السلام و یا گرفتن کلام الله رب العزت توسط انبیاء علیه السلام میباشه، و هر زمانی که انبیاء علیه السلام توسط از این راه‌ها کلام الله رب العزت دریافت کردند و مجرد دریافت کردنش متوجه باشن که اونا مکلف به چی میشن؟ مکلف به تبلیغش میشن. انبیاء تنها کلام الله را استقبال نمی کنه، بلکه انبیاء علیه السلام در قدم اول کلام الله را استقبال کرده و پذیرفته و بعد از او را برای دیگران چی می کنه؟ می رسانه. و این همین جز فرق بین نبی و پیغمبری که برای از او وحی شده و بین کسانی که برای از اونا وحی صورت گرفته ولیکن مکلف به تبلیغ نشدن. یعنی الله رب العزت برای برخ انسانهای دیگر هم وحی کرده دیگر، راستن مستقیما با قلبشان القا کرده،
ملک و فرشته را به طرفش فرستاده. ولی که مکلف به تبلیغ نکرده برادر اسلام دیگه. بس هیچ وقت ما او را نبی و رسول نمیگیم. چنانچه در خطبه های گذشته من براتان بیان کردم برادر اسلام، زمانی که مادر موسی علیه السلام در رابطه با موسی علیه السلام خوف زده شد، الله رب العزت راستن و مستقیما در قلب مادر موسی علیه السلام وحی کرد و در قرآن مجید بر ما گفت که و اوحینا الی ام موسی، ما وحی کردیم برای مادر موسی. بسی وحی برای مادر موسی علیه السلام چگونه صورت گرفت؟ الله تکلم کرد امرایش، فرشته را فرستاد و یک راستن در قلبش انداخت و تمام آن چیز در قلبش انداخت و مقسم مادر موسی علیه السلام کار کرد. ولیکن مادر موسی علیه السلام هیچ وقت مکلف به تبلیغ از این وحی نبوده. برای مریم علیه السلام جبرئیل فرستاد و جبرئیل مانند یک بشر آمد و پیشش تمثیل کرد و تمام آن چیزی که الله رب العزت گفته بود برایش فرمود. ولیکن مریم علیه السلام هیچ وقت مکلف به تبلیغ نبود. پس فرق از بین نبی و پیغمبره که وحی الهی را دریافت میکنه و مکلفیت تبلیغ هم برای از او میرسه. پس به این اساس متوجه باشین که کلام الله رب العزت زمانی که به انبیاء علیهم السلام میایه و انبیاء علیهم السلام کلام الله رب العزت برای مردم تبلیغ میکنه و کلام الله که در حقیقت عبارت از نمو ارشادات و رهنمایی های الله رب العزت است، ارشادات و رهنمایی های الله رب العزت، خالق ما، آفریدگار ما، ذاتی که ما او را پیدا کرده و به خاطر امتحان و ابتلا و آزمایش در این دنیا و به خاطر محاسبه در روز آخرت ما و شما را زنده میگردانه، متوجه باشین که ذات ما و شما را پوچ و بیهوده نیافریده برادر اسلام. ای ذات ما و شما را بیکار نیافریده، بلکه یک مکلفیت به حد سنگین را بالای ما و شما گذاشته و بخاطر انجام دادن اینمی مکلفیت و بخاطر بر سر رسیدن اینمی مکلفیت، الله رب العزت انبیاء علیهم السلام مکلف می‌سازه که تا کلام الله رب العزت برای هر یک انسان ها برسانه. خب یک نفر پرسار میکنه که مولای سید محترم، پس چرا الله جل جلو که ما را پیدا کرد و خلق کرد و ما را مکلف به این کارا کرد، چرا الله رب العزت با هر یک ما همی وحی میکنه ما به اصلاح کارش میکنیم دیگه؟ حاجت از این چی بود که یک نبی و پیغمبر را به اختیار بکنه و برای ازو وحی بکنه و با زور مکلف بکنه که کلام الله را بر ما برسانه؟ که الله ما را پیدا کرده، ما بندهش هستم و ما را مکلف به یک کار کرده، خود راست مستقیما که ما به اصلاح میگه که بنده پیدا که اینه تو کار بکو. پس الله رب العزت که این کار با هر یک با اوتو میکرد، پس فرق بین ما و تو و بین چوب و درخت و سنگ و آفتاب و مهتاب دیگه چیز نمیمون برادر اسلام دیگه. اگر با هر یک با اوتو الله به اصلاح وحی میکرد، تکلم میکرد، مکلفیت ما و تو را برای ما و تو بیان میکرد، باز فرق بین ما و تو و بین چوب و درخت و بین حیوان و بین آفتاب، بین مهتاب، بین زمین، بین کوه، هیچ فرق نمیمون برادر اسلام. الله رب العزت تمام از این مخلوقات را که پیدا کرده، تمام از این مخلوقات، از کوچکترین ذره اگر بگیریم حیوانات ذره‌بینی که ما به نام میکروب یادش میکنیم تا با بزرگترین اجرام سماوی، متوجه باشین که همش الله خلق کرده و همش الله مکلف کرده و مکلفیتشان را برایشان وحی کرده و مطابق وحیی که الله رب العزت برایشان کرده مطابق ازو کار خود انجام میتن و کوچکترین تخطی هم نمیکنن. ولیکن الله رب العزت از ما و تو انسان خواست که آن چیزی که کلام الله رب العزت برای ما و تو میآید، ما و تو را به اختیار و اراده خود در حیات و زندگی خود تطبیق بکنیم. بس فرق از بین ما و تو و بین تمام آن مخلوقاتی که الله رب العزت برایشان وحی کرده. شما برای ما بگویم برادر سام، همی عسلی که ما و شما میخوریم بهترین در غذایی که الله رب العزت برای ما شما عطا میکنه. اگر کما کردمی عسل ما شما نظر اندازی بکنیم و فکر بکنیم که خوب امی عسل از کجا میایه، ای عسل خو مثل درخ واری سبز نمیکنه، ای عسل خو ما از میوه درخ مثل سیب و نارنج واری نمیگیرم، امی عسلی که ما میخورم از این عسل از کجا میایه؟
و بالاخره زمانی که میری و تتبع میکنی و تحقیق میکنی و بالاخره میفهمی که ولی اصل در حقیقت عبارت از همین شیره گلها میباشه که الله رب العزت که گل که پیدا میکنه در این گلها یک شیره میباشه و این شیره گلها جمع شده و جمع شده برای موتو بشر و انسان عسل میشه و ما این را میخوریم. خوب همین شیره چه قسم جمع آوری میشه دیگه؟ حالا ما خیلی توسط پیشکاری نمیریم از رو از گل نمیگیریم دیگه، از کجا میشه؟ و بالاخره در میابی که یک زنبور بسیار یک حیوانه که نحیف و ضعیف و بیچاره که بنام زنبور عسل مسمایش میکنیم و در زبان عربی بنام نحل مسمایش میکنند، این همی زنبوره که بیچاره است، شو و روز کارش نمیست و کوچکترین تخطی هم نمیکنند و چیزی که پروردگارش برش گفته کوچکترین به اندازه موی سر هم تخطی نمی کنه. او را مکلف کرده که خانه های تا یا در کوها یا در درخت ها یا در کندوهای که انسان ها برات می سازه خانه های تا بگیر و برو و از کل گل ها شیریش بمک و بعد از او را من حیث عسل بگذار که تا یه عسل ما برای مردم از انسان ها چه جور بکنم؟ شفا جور بکنم. پروردگارت وحی کرده برش برادر اسلام. و اوحا ربک الی النحل، سبحان الله، کتاب را موتوی سوال پیدا نشه که خب چرا الله با هر یک ما دیگه وحی نکرده و به اصطلاح کلام خدا میگفت و کار شما میکردیم که میکردیم دیگه، فرق بین موتو و بین زنبور اصل چی بود دیگه؟ فرق بین موتو و بین از این حیوانات دیگه چی بود؟ فرق بین موتو و بین از این درخت دیگه چی بود؟ تو انسانی که همه یزی به اصطلاح کائنات در خدمت تو و بالاخره با تو همه که کارم میکرد، تو هم مجبور مکلف به احکام الهی. پس اختیار اراده چی میشد دیگه؟ حساب کتاب چی میشد دیگه؟ قیامت چی میشد؟ جنت چی میشد؟ جهنم چی میشد؟ کلش بیهوده میشد برادر اسلام. پس هیچ وقتی گپ نزنی، گپ کسایی میزنن کنا در رابطه با احکام الهی میخواین که تعنت بکنن، سرپیچی بکنن، بانجویی بکنن. چرا خدا برای ما وحی نمیکنه که تنها برای انبیا وحی میکنه؟ خدا که برای تو وحی میکنه تو همین سمت واری میشه دیگه، خلاص دیگه کدام چیز نمیبوده دیگه خلاص. چیزی که خدا وحی میکنه اونم قسم به حساب باید میکنه دیگه، امکان نداشت که تخطی بکنی. سبحان الله. ولیکن الله رب العزت طبیعت انسان با طبیعت تمام از این مخلوقات دیگر مجزا خلق کردگی است و بمی خاطر است که از جمله مخلوقات که همه ما شما میبینیم آسمان و زمین و نبات و حشره و خزنده و حیوان بریش باشه بحریش باشه، از کل از اینها در روز حشر تنها که مورد محاسبه قرار میگیرن انسان ها مورد محاسبه قرار میگیرن و شک نیست که بر حیوانات هم محاسبهشان میشه و بالاخره همشان از بین میرن و خلاص نیست و نابود میشن. یگانه مخلوقی که میمونه ما و تو انسان هستیم که تا ابد زندگی میکنیم، یا خدای نکرده در شقاوت بدبختی ابدی و یا هم در سعادت و نیکبختی ابدی که الله رب العزت برای ما شما نصیب بگرداند. پس به این اساس متوجه باشین که وحی برای انبیاء علیهم السلام توسط ملک و توسط فرشته میآید و الله رب العزت اونا را مکلف به تبلیغ میکنه و جهت از اینکه الله رب العزت از ما و تو انسان خواسته که نمی کلام الله رب العزت که برای انسان ها میآید، انسان ها در رابطه با تطبیق ازی از خود اختیار و اراده داشته باش. این میره امتحان، این میره میگن برادر اسلام که کیها این می کلام انبیا را تصدیق میکنن، کیها این می را تصدیق میکنن که این می نبی و پیغمبر، این می چیزی را که میگه این می نبی و پیغمبر از کله خود نمیگه، از هوا و حواس خود نمیگه، بلکه این می کلام نبی در حقیقت کلام و نمور الله رب العزت است که ما را مکلم است احساسه. پس متوجه باشین که زمانی که کلام الله رب العزت برای انبیاء علیهم السلام میآید و انبیاء علیهم السلام کلام الله رب العزت برای انسان ها تبلیغ میکنن و کلام الله رب العزت که در حقیقت برات از نمو احکامی هست که ما انسان ها را مخاطب قرار میده، اینا بکو اینا نکو، با این قسم زندگی بکو با این قسم زندگی نکو، از این پیروی بکو از او پیروی نکو، این حلال است این حرام است، اینا بکو اینا نکو، کل از این چیزها در حقیقت در برگنده چی هست؟ حکم الهی می باشه و اینمی احکام الهی متوجه باشین که در رابطه با انبیاء علیهم السلام زمانی که در کتابها تدوین میشه با
باز نمی کلام الله رب العزت در حقیقت اونمو کتاب های آسمانی می باشه که ما با او کتاب ها چی داریم؟ ایمان و عقیده داریم. پس وحی در حقیقت کلام الله و این کلام الله رب العزت برای انبیاء علیه السلام نازل میشه و هر زمانی که توسط نزولش این کلام الهی تدوین شد، تکمیل شد و من حیث کتاب میشه و من حیث کتاب که شد، پس ما و تو مکلف هستیم که بینمی کتابی که در حقیقت کتاب آسمانی میگیم، وحی الهی کلام الله رب العزت میباشه، بینمی کتاب ما و شما چی داشته باشیم؟ ایمان و عقیده داشته باشیم. خب چرا ایمان و عقیده داشته باشیم؟ و جهت از اینکه انبیاء علیه السلام انسان هستند برادر اسلام و 100% در تحت قانون انسانیت داخل میشن و یکی از قوانین انسانیت که الله رب العزت در رابطه با این انسان فیصله کرده که هم قانون مرگ است. از قانون مرگ الهی هیچ کس استثنا نیست. یگانه ذاتی که مرگ به سراغ از او نمیره تنها ذات الله رب العزت است، ذات واجب الوجود که به خاطر وجود خود و پیدایش هیچ کس نیاز نداره. پس زمانی که به پیدایش نیاز نداشت، متوجه باشین که مرگ و عدم هم به طرف از او راه نداره. اما مخلوق همه در تحت قانون مرگ داخل میشن. پس انبیاء علیهم السلام عمرشان محدود است برادر اسلام. نبی و پیغمبر که میه بالاخره قوم خود دعوت میکنه و دعوت میکنه، شک نیست که وقت زمانش که فرا رسید و بالاخره مانند هر انسان دیگه باید دنیا را چی کنه؟ ویدا بگه. خب زمانی که نبی و پیغمبر رفت و ویدا کرد دنیا را، احکام الهی چی میشه؟ آیا ای مردم مکلفیت ندارن؟ نه، اینمی احکام الهی، وحی الهی که توسط نبی و پیغمبر آمده، این زمانی که در این کتاب ها جمع شده، پس ما باید که به این کتاب ها هم عقیده کامل داشته باشیم که اینمی کتاب هم در حقیقت اونمو وحی سماوی می باشه که بر انبیاء علیهم السلام آمده و ما را به او چه کرده؟ مکلف کرده. پس متوجه باشین که این قسمی که ما به بعثت انبیاء علیهم السلام نیازمند هستیم، به عین شکل ما به کتاب‌های آسمانی هم نیازمند می باشیم. به طور مثال اگر ما عصر زمان خود فکر بکنیم، ما برادر اسلام، یعنی شما فکر بکنید که اینمی به طور مثال این قرآن مجید نمی بود، همین قرآن مجید کلام الله رب العزت که روز با تو می خونه نمی بود، بین ما و بین پیغمبر آخر الزمان 1400 سال میگذره، تو چی فکر میکنی که ما چگونه میتونستیم که ارشادات و رهنمایی های پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از عمر از او 1400 سال گذشته ما بتانیم که امروز در حیات و زندگی امروزی خود تطبیق بکنیم؟ امکان پذیر نبود برادر اسلام. پس به می خاطر است که الله رب العزت کلام خدا به انبیاء علیهم السلام نازل و بعد از این کلام الله رب العزت در کتاب ها تدوین و بعد از این من حیث کتاب سماوی ایمان آوردن به او چی می باشه؟ واجب می باشه. پس به می جهت یکی از عناصر ایمان ما و شما ایمان آوردن به چی است؟ ایمان آوردن به کتاب های آسمانی می باشه که در تحت ایمان آوردن به انبیاء علیهم السلام مورد بحث قرار می گیرد. چرا ما کتاب های آسمانی میگیم برادر اسلام؟ امی کتاب ها را ما چرا کتاب های آسمانی میگیم؟ به جهت از اینکه بندوبست از این کتاب ها در این دنیای ما نشده برادر اسلام. نه در شرق شده، نه در غرب شده، نه در جنوب شده، نه در شمال شده، نه در افغانستان شده، نه در امریکا شده، نه بندوبست از این کتاب ها در این دنیای ما نشده. ای از ورای از این آسمان برای ما تو آمده. از ورای از این آسمان برای ما تو آمده. در ورای ما معلوم شوه که در این کتاب ها دخالت بشر وجود نداره، دست بشر در این کتاب ها نخورده، بلکه کتاب های هست که از یک جهان غیب برای ما و شما میاد و از این جهان غیب ما و شما رو چی میکنه؟ خبر میده. خب چرا آسمان میگیم؟ به جهت از اینکه نهایت از این جهان ما و شما سبینی زمین از زیر پای ما هست و امی نهایت جهان ما کمه تو بالا بریم دیگه، همه تو بالا رفته بریم و بریم و بریم که امروز به اسلام مردم ها میگن که نهایت نداره. نهایتش بالاخره آسمان و بعد از آسمان دیگه خلاص، اینمی سرحد جهان ما دیگه چی بشه؟ ختم میشه. سرحد از این جهان ما ختم میشه. بعد از این سرحد باز جهان دیگه هست که ما به نام جهان غیب یاد میکنیم. پس به این اساس متوجه باشین که چون این کتاب ها از یک جهان غیب بر ما میآید و سرحد بین ما و بین جهان غیب در حقیقت نمی آسمان هست که ما مشاهده میکنیم دیگه، پس به این خاطر متوجه باشین که اینا را به این خاطر کتاب های سماوی میگیم که تا ما بفهمیم که کتاب ها از یک جهان غیب آمدن و از جهان غیب ما و شما را چی میکنن؟ خبر میدن. پس قرآن مجید متوجه باشیم برادر اسلام که ایمان آوردن بین می کتاب های آسمانی را
چه کتاب آسمانی که به پیغمبر آخر زمان نازل شده و چه هر کتاب آسمانی که به انبیاء علیه السلام نازل شده، ایمان آوردن به اینها یکی از عناصر اساسی ایمان ما به انبیاء علیه السلام، ایمان ما به الله جل جلاله، ایمان ما به روز آخرت، ایمان ما به ملائکه می باشه. الله رب العزت در قرآن مجید صراحتا بر ما می فرمایه که یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله، ایان کسانی که ایمان آوردین ایمان بیارین به الله رب العزت، ایمان بیارین به رسولش، والکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب الذی نزل من قبل، و به او کتاب ایمان بیارین که برای رسول نازل شده و به تمام کتاب های ایمان بیارین که قبل از این رسول چی شده نازل شده. در اولین آیات سوره بقره زمانی که الله رب العزت ما و شما را مخاطب قرار میده و صفات انسان های متقی و پرهیزگار که قرآن به خاطر هدایت و فلاح و رستگاری از اونها فرستاده شده، از جمله مواصفات از این انسان های متقی و پرهیزگار میفهمین که چی را بیان میکنه. بعد از اینکه میگه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، بعد از اون چی میگه؟ والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبل، آن چیزی که برای تو نازل شده و آن چیزی که قبل از تو نازل شده و در حقیقت برات از چی است؟ این از همین کتاب های آسمانی هست که بلای الله رب العزت برای انبیاء علیه السلام نازل و ما و شما را مکلف کرده که تا به این کتاب ها ایمان بیاریم، که تا به جهت ایمان ما به این کتاب های آسمانی بتانیم که ما به احکامش عمل بکنیم. خب سوال اینجا پیدا میشه برادر اسلام که چه تعداد کتاب های آسمانی به انبیاء علیه السلام نازل شده؟ یکی از برداشت‌های غلطی که با کمال تعصب بگیم که امروز در باب عقیده نزد اکثریت ما و شما هست برادر اسلام، و قسمی که ما در هفته گذشته در رابطه با تعداد انبیاء علیه السلام هم این را براتون بیان کردم، اگرچه در تعداد انبیاء علیه السلام برخی ما یک راه گریز برای خود مانده بوده که عدد 124,000 که میگرفت باز یک راه گریز می کم و زیاد میگفت، ولیکن در کتاب‌های آسمانی بازی گپ نیست دیگه. امروز اگر 90% مردم اگر ما پرسان بگن که برادر محترم تو با چند کتاب آسمانی ایمان داری؟ میگه من با 4 کتاب آسمانی ایمان دارم. زیاد که پیش میره که من 104-100 صحیفه هم وجود دارم. متوجه باشیم برادر اسلام، این همین قسمه که تعداد انبیاء علیهم السلام شمارشان معلوم نمی باشه. به عین شکل متوجه باشین که تعداد کتاب های آسمانی هم عددش معلوم نمی باشه. از پیش خود در دین چیز جور نکنیم برادر اسلام. از آن چیزی که علما برای ما روایت کرده برداشت های غلط و نادرست نکنین، و با این قدر برداشت های غلط و نادرستتان منجر به این نشه که خدای نکرده در عقیده شما کدام تزلزل واقع شه و در حالی که شما نمیدانین. و این متوجه باشین که انکار بر یک کتاب آسمانی انکار به تمام کتاب های آسمانی و انکار به کتاب های آسمانی از دایره اسلام و ایمان ما شما را چی میسازه؟ خارج میسازه. آل تو بگی من با 4 کتاب آسمانی ایمان دارم، اگر الله رب العزت 500 کتاب آسمانی نازل کرده باشه این به حساب 496 از زیره چه جواب خواهد دادی تو؟ پس به اساس متوجه باشیم برادر اسلام که برداشت غلط نادرسته که امروز ما کتاب های آسمانی را تنها در 4 کتاب خلاصه میکنیم، متوجه باشیم که درست نمی باشه. به جهت از اینکه اگر ما در آیات قرآن مجید مراجعه بکنیم بینمی شکلی که تعداد انبیا معلوم نیست که چقدر است، بینمی شکلی که تعداد رسول رسولها معلوم نیست که چه تعداد رسول الله رب العزت برای بشریت فرستاده، به عین شکل متوجه باشین که کتابهای آسمانی هم تعدادش معلوم نمی باشه که چقدر است. گوش بگیرید در رابطه با انبیا علیه السلام الله رب العزت چی می فرماید؟ کان الناس امتا واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. مردم در یک ملت واحده بودند، الله رب العزت انبیاء علیهم السلام فرستاد بشارت دهنده و بیم دهنده، و انزلنا معهم الكتاب و با انبیاء الله کتاب ها را هم نازل کرد که تا در بین مردم به حق حکم بکنند. آن تو برای ما بگوی تعداد انبیاء علیهم السلام معلوم هست؟ الله رب العزت میگه که ما با انبیاء کتاب ها را هم نازل کردیم. بیاین در رابطه با رسول در قرآن مراجعه بکنیم برادر اسلام. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب. ما رسولها را به حق فرستادیم، با نشانه های واضح فرستادیم و با هر یکشان کتاب فرستادیم. حال تو برای ما بگوی که تعداد رسول برای ما تو معلوم هست؟ بس به این قسمه که تعداد رسول معلوم نیست، به این قسمه که تعداد انبیا معلوم نمی باشه، به عین شکل متوجه باشین که تعداد کتاب های آسمانی هم معلوم نمی باشه. به عین شکل که ما در هفته گذشته براتون گفتم که در رابطه با تعداد انبیا علیهم السلام هیچ وقت ما یک عدد معین و مشخص نداریم. روایاتی که در این رابطه آمده روایات ضعیفی هست که هیچ وقت در باب عقیده ما با او استناد کردن نمیتونیم. پس به این اساسی که نظمی مشکل خود نجات داده بتانیم برادر اسلام، پس ما گفتم که در رابطه با انبیاء علیهم السلام یکی ما ایمان اجمالی داریم و یکی ما ایمان تفصیلی داریم، و به عین شکل در رابطه با کتابهای آسمانی ما یکی ایمان اجمالی داریم و یکی ایمان تفصیلی داریم. در قدم اول زمانی که من از من حیث یک انسان مسلمان پرسیده میشه که تو به چی تعداد کتابهای آسمانی ایمان داری، ما بیان میکنم که ما به همه کتابهای آسمانی که الله رب العزت به انبیاء علیهم السلام نازل که ما به همش ایمان دارم. این ایمان اجمالی میگن او برادر اسلام. و با کمال تاسف اینمی چیز از اکثریت ما شنیدن نمیشه و اکثریت ما اینمی عدد 4 گرفته و فکر میکنه که می 4 کتاب نازل شده و بس. اگر ما می عقلا فکر بکنیم برادر اسلام، امی عددی که ما در رابطه با انبیاء علیهم السلام بیان میکنیم، امی عددی که ما و شما 1,24,000 میگیم نظر به برخی از روایات و ضعف از این همه برتان بیان کردم، امی تو کمک کنی عقل تفکر به کار بر تو برادر است. یک روز یک قاری صاحب پیش شد در نماز و در آیات سوره نحل خان که فخر علیهم السقف من تحتهم، یعنی سقف از زیر پایشان افتاد. یک نفر به استاد بعد از نماز گفت قاری صاحب هیچ قرآن نمی عقل خدا به کار کنه، همین سقف بالای سرت میباشه زیر پایت میباشه، سقف ده بالاست دیگه. فخر علیهم السقف من فوقهم، بگوید تحتهم نگو یه حاجت به چیز نداری، خو عقل تو به کار بنداز. علما تو اگر عقل خدا به کار بندازیم در رابطه با انبیایی که شما و شما میگیم که 1,24,000، می عقل تقاضا میکنه که 1,24,000 پیغمبر 4 کتاب برش نازل شده باشه. میکنه عقل امیر باور که 1,24,000 پیغمبر که ما تو میگیم، اگر چه ما گفتم که عدد معلوم نیست، امکان داره که 4 کتاب نازل شده باشه. پس به این خاطر متوجه باشیم برادر سام که زمانی که ما ایمان خود در رابطه با کتابهای آسمانی بیان میکنیم، در قدم اول با ایمان اجمالی ما میگیم که ما به همه کتابهای آسمانی ایمان داریم و این چیزیست که قرآن مجید برای ما میگه دیگه. حالا که ما پشت قرآن ماندیم، از قرآن تا نویسا کتاب خیرات جور کردیم، کتاب ویسا دیگه جور کردیم، دیگه ما احکام نفهمیدیم. الله رب العزت صراحتا در سوره شورا برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل من كتاب، و بگوی که من ایمان آوردم از آن چیزی که الله از کتابها نازل کرده. کلمه کتاب در اینجا نکره واقع شده، و هر زمانی که اگر ما زبان عربی رو بفهمیم، هر زمانی که کلمه نکره نامعلوم میباشه افاده عموم میکنه، یعنی من به تمام کتابهایی که الله رب العزت نازل کرده من به همش ایمان دارم. از قدم اول ما ایمان اجمالی میگیم، یعنی به ایمان که متوجه باشین که تعداد کتابهای آسمانی برای هیچ کس معلوم نمی باشه به غیر از الله رب العزت، بینمی قسمی که تعداد انبیاء علیهم السلام و رسول برای کسی معلوم نیست. پس به اساسی که از این مشکل ما خود نجات داده باشیم، پس در قدم اول میگیم که ما به همه کتابهای آسمانی که به انبیاء علیهم السلام نازل شده ما به همش چی داریم؟ ایمان داریم. این ایمان اجمالی شد. میاییم در ایمان تفصیلی برابر استم. مسئله 4 کتابی که ما همیشه میگیم از جمله کتابهای سماویه که الله رب العزت برای انبیاء علیهم السلام در طول تاریخ بشریت نازل کرده، از جمله از این کتابها تنها 4 کتاب از این در قرآن مجید برای موتون نام گرفته. این 4 کتاب تایا نه به ایمانه نیست که در تمام انبیاء این 4 کتاب نازل شده، نه. این همین قسمی که الله رب العزت از تمام انبیاء علیهم السلام که از آدم تا پاخاتم برای ما و شما انسانیت نازل کرده، از کل از اینها تنها مقدار 25 یا 27 نفرشان در قرآن مجید نامشان ذکر کرده. حالا ما بگیم تنها انبیاء 27 نفر هستن 25 نفر هستن، نه، این خود چیزیست قرآن برای ما ذکر کرده.
پس به می اساس از جمله کتاب‌های آسمانی که قرآن مجید برای ما شما بیان کرده، چهار کتاب آسمانی است و به این چهار کتاب آسمانی باز ما ایمان تفصیلی میاریم. بعد از اینکه ما گفتیم که به همه کتاب‌های آسمانی که الله رب العزت برای انبیا نازل کرده با ایمان اجمالی، بعد از اون در ایمان تفصیلی که به هر یک از این کتاب‌ها با انبیایی که فرستاده شده به صورت مفصل ما شما چی می‌داشته باشیم؟ ایمان می‌داشته باشیم. پس به این اساس متوجه باشین که چهار کتاب آسمانی که قرآن مجید برای ما بیان میکنه، به جهت از این قرآن کتاب فیصله کننده هست. قرآن کتاب قطعی، واقعی و حقیقی است که کوچکترین تغییر و تحریف در اون نما نشده. آن چیز را که الله رب العزت گفته او حق است و صدق است و ما با او یقین بکنیم. پس به این اساس در قرآن مجید الله رب العزت میفرماید که ما تورات برای موسی علیه السلام نازل کردیم، ما زبور برای داوود علیه السلام نازل کردیم و ما انجیل برای عیسی علیه السلام نازل کردیم و ما قرآن برای پیغمبر آخر الزمان نازل کردیم و ما برخی صحف صحیفه ها برای موسی علیه السلام و برخی صحیفه ها برای ابراهیم علیه السلام عطا کردیم و این چیز در قرآن مجید برای ما شما بیان میکنه. پس در حقیقت کتاب های آسمانی که در چهار کتاب خلاصه میشه که تورات هست که برای موسی علیه السلام الله رب العزت نازل کرده، انا انزلنا التورات فیها هدى و نور، ما تورات نازل کردیم و در این تورات نور است و هدایت است و فلاح و رستگاری هست. و در رابطه با عیسی علیه السلام میبینیم که و آتیناه الانجیل و ما برای عیسی علیه السلام چی را دادیم؟ انجیل دادیم. و آتینا داوود زبورا و ما برای داوود زبورا دادیم و قرآن ما به قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل کردیم. پس بر هر یک از این کتابهای آسمانی تفصیلوار ایمان به او چی میباشه؟ واجب میباشه. ولیکن سوال اینجا پیدا میشه که آیا به این کتابهای چارگانه آسمانی یا برخی صحف که الله رب العزت در رابطه با موسی علیه السلام و ابراهیم علیه السلام برای ما شما بیان کرده، چنانچه در سوره اعلا در آخرین آیاتش میفهمید که صحف ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی، این در صحیفه های قبلی هم بوده، این مقدمه که ذکر شده صحیفه های ابراهیم علیه السلام و صحیفه های موسی علیه السلام. و شاید فرق بین صحیفه و کتاب هم اکثریت ما نفهمیم که صحیفه چی میگن و کتاب چی میگن. فرق بین صحیفه و کتاب و قدر چیز نیست. برای صحیفه در اصطلاح ما شما با نام صفحه ما نامید، یعنی ورق. صحیفه عبارت از چند ورق می باشه که مجموعه زخیم اوراق نباشه. هر زمانی که اوراق با هم زخیم شدن بازو کتاب جور میشه. اما صحیفه مجرد چند ورق هست، نهایتا 3-4-5 ورقی که باز ما را صحیفه یاد میکنیم. اما کتاب مجموعه از اوراقی هست که با هم چی میشه؟ با هم یک جای میشه. پس آیا به این کتاب های آسمانی که تورات، زبور، انجیل و قرآن مجید هست، آیا به اینا ما به یکسان ایمان بیاریم و یا ای که در رابطه با ایمان آوردن به این کتاب های سماوی هم تفاوت وجود داشته باشه؟ دیگه شک نیست که در رابطه با این که حصل از این کتاب ها از جانب الله جل جلاله هست و این کتاب ها به انبیاء علیهم السلام در وقت زمانش نازل شده، همه این کتاب ها ایمان آوردن یکسان می باشه. اما متوجه باشین که ایمان آوردن به تورات و انجیل و زبور با ایمان آوردن به قرآن مجید در تفصیلش فرق میکنه. برادر اسلام چی فرق داره؟ ما زمانی که به تورات ایمان میاریم، ما به تورات من حیث کلام الله رب العزت که به موسی علیه السلام نازل شده و در وقت و زمانش کتاب هدایت و فلاح و رستگاری بوده، ایمان کامل داریم و به عین وقت به این هم ایمان داریم که نمی توراتی که به موسی علیه السلام نازل شده، نمی تورات توسط پیروان موسی علیه السلام تحریف شده، تغییر خورده و به او اصالتی که به موسی علیه السلام نازل شده بود امروز در بین ما وجود نداره. به این شکل باید ما ایمان داشته باشیم. ما به انجیل من حیث کلام الله رب العزت که به عیسی علیه السلام نازل شده و در وقت و زمانش کتاب فلاح و رستگاری و هدایت بود، ایمان کامل داریم و به این هم ایمان کامل داریم که نمی انجیلی که به عیسی علیه السلام نازل شده بود توسط پیروان عیسی علیه السلام تحریف شده، تغییر خورده و به او اصلتی که به عیسی علیه السلام نازل شده امروز به دست بشریت قرار نداره. این همین قسمه که قرآن ما و شما را خبر داده که ما تورات به موسی نازل کردیم، انجیل به عیسی نازل کردیم. این همین قسم قرآن ما و شما را خبر داده که پیروان موسی علیه السلام، پیروان عیسی علیه السلام هم تورات و هم انجیل هر دو را تحریف کردند، هر دو را از استش کشیدند و هر دو را در کلام الله رب العزت خواهشات نفسانی خود داخل کردند. چیزی که خوششان آمد ماندند، چیزی که خوششان آمد دور کردند و از پیش خود این چیزهایی را زیاد کردند که به او اصلتی که به موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام نازل شده بود باقی نماند. و به این شکل در رابطه با زبور
زبوری که به داوود علیه السلام نازل شده بود، این زبور توسط پیروان بنی اسرائیل مورد تحریف قرار گرفت و او زبوری که با داوود علیه السلام نازل شده بود امروز در بین بشریت وجود نداره. این نوحه ایمان ما شما در رابطه با این سه کتاب آسمانی است. خب زمانی که در رابطه با قرآن مجید تفصیلوار ما ایمان می داشته باشیم، به قرآن مجید ما چگونه ایمان بیاریم؟ ایمان ما به قرآن مجید به صورت تفصیلی، قرآن مجید آخرین کتاب آسمانی هست که به آخرین انبیاء علیه السلام محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده، از وقت نزولش تا به امروز و تا به قیام قیامت کوچکترین تغییر و تحریف در این کتاب رونما نمیشه و به مو شکل که الله رب العزت در لوح محفوظ قرآن مجید محفوظ کرده بود به اونمو قسم امروز و دسترس موتو قرار داره و تا به قیام قیامت به مو شکل باقی میمانه و در این کتاب بشریت اصلا نمیتانه که تحریف رونما بکنه، بشریت اصلا نمیتانه که در این تعدیل رونما بکنه و هر کسی که در رابطه با قرآن مجید کوچکترین شک و شبهه‌ای به دلش می‌گرده که گویا برخی سوره های قرآن مجید گم شده، گویا این قرآن به صورت کامل بر ما نرسیده، گویا این قرآن تحریف شده، گویا برخی آیات های قرآن گم شده، به یقین بدانی که اینمی عقیده ما و تو از دایره اسلام خارج میکنه برادر اسلام. اگر ما و تو مسلمان هستیم، مؤمن هستیم، پیرو شریعت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم، ایمان ما با قرآن مجید تقاضا میکنه که به این کتاب اینمی قسم عقیده داشته باشی که کوچکترین تغییر نه نقطهش نه زبرش نه زیرش هیچ چیزش از وقت و زمان نزولش تا به امروز تحریف نشده و تا به قیام قیامت باقی. و جهت از اینکه متوجه باشین که اگر خدای ناکرده در این قرآن هم ما و تو شک بکنیم، یعنی به ایمانه که به کلام الله رب العزت شک کردیم دیگه. الله رب العزت صراحتاً در سوره حجر برای ما و شما می فرماید و میگه که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. انا نحن به یقین ما، ذکر یکی از نامهای قرآن مجید است، برای تو نازل کردیم و انا به یقین ما له لحافظون، در رابطه با این قرآن حافظ و نگهبان استیم. بس برخی کسای امروز در رابطه با قرآن مجید تو عقیده دارن برادر اسلام که گویا برخی سوره های قرآن مجید برای ما نرسیده و برخی ها به این گمان هستن که گویا قرآن مجید اضافه تر از 30 جز بوده و برخی اجزای از این گم شده یا برخی آیات های از این ضایع شده. متوجه باشین که عقیده ما اوتور از دایره اسلام خارج میسازه و جهت از اینکه تو با کلام الله دیگه یقین نکردی. الله میگه من نازلش کردم، من حفظش میکنم دیگه. الله که میگه حفظ میکنم، آیا از حفاظت الله هم کسی چیزی را تغییر داده میتونه؟ یعنی میمونه که ما در رابطه با حفاظت الله در رابطه با این قرآن چه کردیم؟ شک کردیم و شک در حفاظت ما در رابطه با قرآن توسط الله متوجه باشین که ما را از دایره اسلام خارج می‌سازد. پس ایمان تفصیلی ما در رابطه با این 44 کتاب میباشه و متوجه باشین کتاب‌های آسمانی تنها منحصر به این 4 کتاب نیست. الله رب العزت کتاب‌های بی حضیات برای انبیاء علیه السلام، برای رسول فرستاده و از جمله از این تنها 4 کتابش برای ما بیان کرده و شک نیست که احادیث پیغمبر در رابطه با برخی از صحف برای ما شما بیان کرده که ما شما 100 صحیفه هم میگیم که 10 برای آدم علیه السلام، 10 برای ادریس علیه السلام، 30 برای شیس علیه السلام و 50 هم برای ابراهیم علیه السلام که صد میشه. این هم مثلا در احادیث متبرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، ولیکن آن چیزی که متعلق به صحف در قرآن مجید میباشه، قرآن مجید تنها در رابطه با صحف ابراهیم و صحف موسی علیه السلام صراحت داره، اما در رابطه با آدم علیه السلام و شیس علیه السلام برای ما شما چیزی نگفته. الله رب العزت همه ما شما رو توفیق نصیب فرمایه که تا در رابطه با مسئله عقیده و ایمان خود و آن چیزی که به انبیاء علیه السلام نازل شده و برای ما رسیده به او یقین کامل بکنیم، کتاب علم رو در حیات و زندگی خود تطبیق کرده از سعادت و خوشبختی که ضامن از او هست انشاءالله و تعالی ما مستفید شیم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علینا انك انت التواب الرحیم. اللهم انا نسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. رحمتک یا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معشر المسلمين،
إن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من الكتاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شاكرين اسم برادر اسلام كيكي السوالات كي هميشه در ذهن انسان در رابطه با ايمان تفصيليش در مورد كتابهاي آسماني پیدا میشه یکی همی است که چرا کتابهای آسمانی سیگانه مانند تورات و انجیل و زبور مورد تحریف قرار گرفت انسانها توانستند که به این کتابها دست بزنند و این کتابها را به او اصلتی که به انبیاء علیه السلام نازل شده بود تغییر بدن و تحریف بکنند و مطابق میل خود این کتابها را عیار بسازند و چی دلیل هست که بشریت نمیتونه که در قرآن مجید دسترازی بکنه و در رابطه با این کتاب تحریف و یا تعدیل را رونما بسازه اگر ما در اصل از این کتاب ها نظر اندازی بکنیم شک نیست که اصل هر یک از این کتاب ها کلام الله رب العزت است و شک نیست که اصل هر یک از این کتاب ها وحی سماوی هست که به انبیاء علیه السلام که نبوتشان ثابت شدگی هست نازل شده پس چرا انسان ها توانستن که در تورات موسی علیه السلام دست درازی بکنند در انجیل عیسی علیه السلام دست درازی بکنند زبور داوود علیه السلام تحریف بکنند و چرا انسان ها و بشریت تا به قیام قیامت که هر قدر که تکنولوژیشان هم پیشرفت بکنه در این قرآن مجید کوچکترین تعدیل و تغییر و تحریف را رونما نمی سازن. شاید ما این تو فکر بکنیم که گویا بشریت دیگه اقدام به این کار نمی کنه. نه برادر اسلام. بشریت از وقت و زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم که نزول قرآن هست تا بین امروز که ما در قرن 15 هجری و در قرن 21 میلادی می باشیم تا به امروز هم بشریت در اینمی سعی و تلاش و کوشش است که ما چی قسم به این قرآن تحریف بکنم و حتی آخرین تحقیقاتی که هم صورت گرفت یک قرآن جدید را ایجاد کردن که به نام قرآن مثلث نامیده میشه و این هم این حیث قرآن پیش کرده که این بشر هم قرآن جور کرده تو فکر نکنین که بشریت دقم از این نیست نه بشریت از روز نزول وحی سماوی تا به امروز و تا به قیام قیامت در غم عزیز که ما چی قسم قرآن تحریف بکنم ولیکن نمیتونم علت اساسی را که علماء علم عقیده در رابطه با این تحقیق کردگی سن برادر اسلام علت اساسی است که کتابهای سیگانه که قبل از قرآن مجید برای انبیاء علیه السلام نازل شده بود الله رب العزت حفاظت از این کتابها را برای از امتها سپرده بود یعنی مکلفیت حفاظت از این کتابهای آسمانی در بین از امتها در ذمه از امت بود و اونا را مکلف کرده بود که کلام الله رب العزت برای شما نازل میشه کتاب برتان نازل میشه شما مکلف هستین که کتابها را در بینتان حفظ بکنین و او را تحریف نکنین تغییر ندین و تعدیل در او نبیارین ولیکن آیا بشریت توانست که مکلفیت خود انجام بده؟ شک نیست که نتانستن دیگه میبینیم که تورات هم بعد از اینکه موسی علیه السلام وفات کردند و زمانی که سلیمان علیه السلام آمد که تا تورات جمع‌آوری بکنه و زمانی که در فلسطین رفت و در بیت الاقداس داخل شد از کل لوحه‌های تورات تنها یک لوحه‌اش باقی مانده و دیگه همش ضایع شده بود از بین رفته بود عیسوی‌ها در رابطه با انجیل اصلا به این عقیده نیستند که گویا انجیل به عیسی علیه السلام نازل شده این عقیده موتوح است الحمدلله عیسوی ها اصلا به این عقیده نیستن که انجیل به عیسی علیه السلام نازل شده اونا میگن به عیسی اصلا چیز نازل نشده خب انجیل یعنی چی؟
اونا به این زعم و گمان هستن که گویا روح القدس که از جمله اقانیم سیگانه از اونها می باشه، بعد از اینکه عیسی علیه السلام به زعم و گمان از اونها به صلیب کشیده شد، بعد از اون روح القدس آمد و انجیل به روحانیون عیسی علیه السلام حواریینش الهام کرد و این حواریین و شاگردان عیسی علیه السلام هم انجیل از پیش خود نوشته کردن و به می خاطر است که امروز ما در جهان 4 انجیل داریم به جای یک انجیل. پس حفاظت از این کتاب ها را ذمه‌واریش الله رب العزت برای از امو امت ها داده بود، ولیکن امت ها از این مکلفیت به درستی برآمدن نتانستند. پس الله رب العزت ذات حکیمی که دانا و عالم الغیب و شهاده هست و او ذات میداند که اگر مکلفیت حفاظت قرآن که کلام الله رب العزت است، اگر مکلفیت حفاظت از این هم به ذمه امت پیغمبر میگذاشت، متوجه باشین که نمی قسم که تورات و انجیل و زبور تحریف شده، نمی قسم قرآن هم تحریف می شد. پس به می خاطر الله رب العزت مکلفیت عزیز برای ما و شما خودش وعده کرد و گفت که ما قرآن نازل کردیم و ما این قرآن حفاظت می کنیم. و بخاطر از این حفاظت قرآن مجید، زمانی که ما در خود آیه کریمه مراجعه می کنیم، الله رب العزت با 5-6 تأکید ای را برای ما ذکر کرده. یعنی تنهایی تو نگفته که ما نازل کردیم ما حفظ نه، ما حتما و خامخا این قرآن نازل کردیم، حتما و خامخا و بدون شک و تردید این قرآن ما چی می کنیم؟ حفاظت می کنیم. پس آن چیزی را که الله حفاظت کرده باشه، بشریت که سر از آسمان دست به دست هم بکنن و جنیات هم در پهلویشان استاد شوه، کوچکترین تغییر و تحریف در کلام الله رب العزت آوردن نمیتانند. و به می خاطر است که قرآن کتاب انسان ساز چیزیست که از لحو محفوظ موت را خبر میتا. این کتاب از لحو محفوظ آمده او برادر اسلام. این کتاب ضامن سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت موتو هست. ما و تو به خاطر سعادت و خوشبختی شرق تجربه کردیم، غرب تجربه کردیم، پشت روس گرفتیم، امریکا را گرفتیم، پشت چین گرفتیم، اروپا رفتیم، چیزی نبود که نکردیم، ولی که نامد نه سعادت به دست آمد و نه خوشبختی به دست آمد. روز به روز پریشانی و غم ما و تو زیاد شده رفت. سعادت و خوشبختی در خانه ما و تو هست، سعادت و خوشبختی در دست ما و تو هست، ولی که افسوس که امروز قرآن ها در الماری های ما جای می گیره. ما امروز قرآن ها را پوش می کنیم. این قرآن امروز در حیات و زندگی ما تو نیست. کلام الله رب العزت که الله حفاظت از او را کرده، سبحان الله. امروز در بین ما و شما به این حالت است که ما می بینیم. پس اگر سعادت می خواهید، اگر عزت می خواهید، اگر شرف می خواهید، اگر آرامی می خواهید، اگر استقرار می خواهید، اگر نجات دنیا و آخرت می خواهید، یگانه راهتان چنگ زدن بین می کتاب است برادر اسلام. این وعده پروردگارت است. پروردگاری که ما تو را پیدا کرده و خلق کرده، سعادت و خوشبختی ما و شما را در چنگ زدن به اونمو احکام کرده که توسط انبیاء علیهم السلام برای ما تو میآید و آخرش هم اینمی کتاب آسمانی است که امروز الحمدلله در بین ما تو قرار داره. اقول قولی هذا، استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین، استغفروه انه هو الغفور الرحیم.